نام خدا و با عرض سلام بر شما بیننده های گرامی. شما بیننده برنامه مثلث سیاه از تلویزیون افغان نیوز هستید. بیش از 10 سال است که افغانستان در کشت، تولید، قاچاق مخدر فرو رفته است و میلیون ها هموطن ما نیز به این پدیده سیاه معتاد گردیدند و در این مدت تا به اکنون مسئولان دولتی نتوانستند که گام های مؤثر را در جهت کاهش کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر بردارند و هر سال هزاران تن مواد مخدر به خارج از کشور صادر می گردد. مگر قاچاقبران و صادر کنندگان مواد مخدر با مسئولیت کامل زندگی می کنند و حتی ما فوق قانون قرار داده شده و دارد؟ برای نخستین بار است که وزیر مبارزه با مواد مخدر متعهد می گردد که در مدت 3 ماه قاچاقبران مواد مخدر را شناسایی و آنان را به مردم معرفی خواهد کرد. آیا واقعا چنین خواهد شد؟ و بعد از 10 سال هم شاهد معجزه خواهیم بود یا عملکرد وزیر صاحب هم عکس حرفهایش خواهد بود و مافیای قاچاق مواد مخدر مانند گذشته در مسئولیت کامل به زندگی خود ادامه خواهد داد؟ این موضوع را در برنامه کنونی مثلث سیاه به بحث می‌گیریم. ظرفیت فعلی جوابگوی وسعت و حجم قاچاق و ترافیک مواد مخدر در کشور نیست که بیشتر از 74 یا 80 فیصد کل تریاک دنیا را تولید میکنه و هنوز ما در تصدی تمام کشورهای دنیا قرار داریم که بیشترین تریاک دنیا را تولید میکنه. سرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر که همراه با سرپرست وزارت صحت عامه، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و رئیس سارنوالی مبارزه با مواد مخدر به جلسه عمومی مشران جرگه به خاطر پاسخگویی در مورد کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر و افزایش معتادین مواد مخدر فرا خوانده شده بودند که در این راستا وزیر مبارزه با مواد مخدر به مشران جرگه گفت که تا 3 ماه آینده قاچاقبران ارشد مواد مخدر را شناسایی و آنان را به مردم معرفی خواهند کرد. مقبل گفت که سالانه بیش از 1300 تن مواد کیمیاوی به صورت غیر قانونی از دیگر کشورها توسط قاچاقبران مواد مخدر به افغانستان وارد می شود. به گفته وزیر مبارزه با مواد مخدر 10% این مواد برای تولید هیروئین استفاده می شود. از سوی افراد قدرتمند البته این مواد به افغانستان وارد می گردد. حال دیده شود که این افراد قدرتمندی که در افغانستان این مواد را وارد می کنند کیها هستند؟ و آیا تا 3 ماه دیگر این افراد قدرتمند دستگیر و یا هم برای مردم معرفی خواهند شد یا خیر؟ چیزی که بسیار مهم است است که افغانستان پیامش است که مبارزه با مواد مخدر یک مبارزه تنهایی نیست، یک مبارزه مشترک با بین المللی است. باید دنیا در مبارزه با مواد مخدر ما را کمک بکنه. ما اگر امروز تولید کننده کوکنار در کشور هستیم، برعکس بر از اینکه کوکنار تریاق ما به ایزوی تبدیل شود، ما به 1300 تن مواد کیمیایی سالانه ضرورت داریم و کلش از بیرون میاد. ما فشار وارد میکنیم برای کشورهای همسایه، برای کشورهای منطقه که باید ضبط خود بالا ببرد. همین قسمی که من میگم در کشور ما هنوز ضبط کافی نیست، همین قسمی که امروز میگم که ضبط مواد مخدر در کشور ما کافی نیست با موجودیت موادی که مخدری که در کشور ما است. همه قسم در بیرون از کشور ما این مشکل وجود دارد. مثلا در آسیای میانه ضبط مواد مخدر 5% است، در روسیه 4% است، در ایران 9 تا 11% است، در پاکستان 3% است و در منطقه در حدود 10 میلیون معتاد مواد مخدر موجود است. اینا موضوعات است که ما بسیار شدیدا کار داریم با کشورهای منطقه. ما در تقریبا 2 ماه دیگر کنفرانس دیگه را داریم بین کشور افغانستان و پاکستان و بین کشور خود ما ایران و پاکستان به همکاری دفتر یونودیسی که ما بتوانیم ضبط در و همکاری های مشترک، عملیات های مشترک و در تبادله تجارت و در ضبط مواد مخدر، تبادله اطلاعات در گرفتاری قاچاق برای مواد مخدر، اینا رو مشورا تنظیم بکنیم تا بتانیم دستاوردهای خود در سه مبارزه جدی با قاچاق برای مواد مخدر بالا آوریم. ببینین این بار اول نیست که یکی از وزرای ما چنین جرأت کردن، ولی با تاسف قبلا هم آقای
جلالی هم اشارات سر از این مسئله داشت، ولی تا حکنون که زمانی که وزیر داخلی کشور هم بودن و فعلا خاننشین یا سبک دوش هستن، همی جرأت نکردن تا این لیست افشا بسازن و این چهره را که مطرح کرده آقای زرار احمد مقبل، ما با وجود از اینا چنین شامت نمی بینم. او به این مفهومه که ایجا مافیای مواد مخدر افراد اشخاص عادی نیستن، طبیعی است که اینا کسایی هستن که هنا در رده های بسیار بالا و موقف بالای دولتی و یا حکومت قرار دارند. حتی در بعضی از آنها نظر به گفته خود آقای مقبل که بخششان در وزارتخانه ها کار میکنن، والی ها هستن، شاید در پارلمان باشن. اگر چنین جرأت و شهامت داشته باشن به مثابه یک افغان، به مثابه کسی که مسئولیت دارن در قبال مردم افغانستان و در قبال پست که برشان اعتماد شده، دولت برش یا حکومت اعتماد کرده، اگر این جرأت بکنه، این فکر میکنم که نامش برای همیش در تاریخ افغانستان ثبت خواهد بود و مردم از این کارشان استقبال خواهد کرده. ما در وزارت سعدامه به این باور هستیم که مشکل اعتیاد در افغانستان تنها یک مشکل صحی نیست، یک مشکل اقتصادی است، یک مشکل اجتماعی است و یک مشکل امنیتی است. این مشکل چندین بود دارد که از دسترسی آسان به مواد مخدر و کشت مواد مخدر گرفته تا قاچاق بران مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، در سطح بین المللی، امکانات حرفه و اشتغال برای جوانان ما، تداوی مناسب برای کسانی که مریض هستند و معتاد هستند، ادغام مجدد موفقانه و سالمشان به جامعه به حیث عضو سالم جامعه، همه گی از اینها ابعاد هستند که مبارزه با مواد مخدر شکل داده. با این نیت مبارزه علیه مواد مخدر مطابق قانون در چوکات وزارت محترم امور داخله ایجاد و عدبت می تأسیس تا امروز در کنار دیگر ارگانهای کشفی و امنیتی در هماهنگی با وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر در جهت تنفیذ قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر و محو کشت دستاوردهای زیادی را نصیب گردیده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی وزارت محترم مبارزه علیه مواد مخدر نزدیک به 20 ولایت افغانستان را آری از کشت، 4 الی 6 ولایت را نزدیک به صفر نموده و بارت خاطر جنا نمود که بیش از 95 الی 98 فیصد کشت مواد مخدر در 9 ولایت جنوب غرب افغانستان، یعنی ولایات ناامن افغانستان غیر مستقیم، تروریستان و طالبان در آن تسلط دارند، کشت میگردد که ارتباط مستقیم کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را با ناامنی و بی‌ثباتی در کشور نشان میدهد. از سوی دیگر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت آمد در حال که تداوی معتادان را دشوار و زمانگیر می داند می گوید مافیای بزرگ در عقب قاچاق مواد مخدر قرار دارد. به گفته وی بیش از 90% کسانی که تداوی می شوند دوباره از سوی این مافیا به اعتیاد سوق داده می شوند. سریا دلیل همچنان گفت که وزارت صحت آمد 1,200,000 دلار را برای تداوی معتادان مواد مخدر اختصاص داده است، به گونه ای که 9200 نفر معتاد امسال البته زیر تداوی قرار خواهند گرفت. خانم دلیل افزود که تا هنوز 65 مرکز تداوی معتادان در سراسر کشور ایجاد گردیده که 247 معتاد تا کنون تداوی گردیدن و در همین حال 470 مرکز آموزشی و آگاهی دهی برای جلوگیری از معتاد شدن جوانان در کشور نیز وجود دارد. سخنان خانم سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه مبین آن است که مصارف در عرصه تداوی معتادان مواد مخدر کاملا بیفایده است، زیرا 90% از معتادان تداوی شده دوباره به اعتیاد رو می آورند
و هم اکنون در افغانستان بیش از 1,000,000 معتاد به مواد مخدر وجود دارد و روزانه صدها جوان دیگر نیز به اعتیاد خانمانسوز گرفتار می شوند و حضور این معتادان در کوچه ها و پس کوچه های شهر کابل بسیار زیاد است و صدها جرم جنایی نیز از دست همین معتادان سر می زند. حالا اگر این معتادان از 100 نفر فقط 10 نفر آن تداوی شود و 90 نفر آن بعد از تداوی دوباره به اعتیاد به هر دلیل که باشد روی بیاورند، عاقبت چه خواهد شد؟ بدون شک ممکن پاسخ شما هم این باشد که فاجعه انسانی. حالا دیده می شود که هم وزارت صحت عامه از کمبود بودجه برای تداوی معتادان حرف می زند و هم معتادان دوباره به مواد مخدر روی می آورند. همه این موارد در ذهن مردم این سوال را برملا می سازد که چرا دولت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر ناتوان اند و چرا معتادانی که هم تداوی می شوند دوباره به اعتیاد روی می آورند؟ مواد مخدر و تداوی معتادین مواد مخدر یک پروسه بسیار مغلق، پیچیده و دراز مدت است. تنها موضوع جسمی و سمزدائی در نزد معتاد یا در نزد مریض مطرح نیست. ما بسیار وقت را دیدیم که مریض برای مدت 2 تا 3 ماه به شفاخانه های ما بستر بوده، وقتی که رخصت شده دوباره اوت کرده، دوباره ریلپس کرده، دوباره نکس کرده، یعنی دوباره به اعتیاد روی آورده. علت از این است که ما در برابر یک شبکه بسیار خطرناک، یک شبکه خطرناک مافیایی روبرو هستیم که اینا از هر شیوه و از هر طریقه استفاده میکنند که کسانی که شفایاب شدند یا در زمان تداوی پروسه را مختل کنند یا بعد از اینکه اینا رخصت میشن از شفاخانه اینا را پس به مواد مخدر تشویق کنند و اونا رو بیارند به مواد مخدر. تجربه دیگه کشورها نشان میدهد که در کشورهای بسیار پیشرفته 75% کسانی که تداوی شدن پس دوباره به اعتیاد روی میارن، یعنی 3 بر 4 کسانی که تداوی میشن دوباره به اعتیاد پس روی میارن. این رقم در یک کشور ما که هم فقر داریم، هم بیکاری داریم، هم ناامنی داریم رقم بلند است. در کشور ما تجربه نشان میده که زیادتر از 90% کسانی را که ما تداوی میکنیم بعد از یک مدت دوباره به اعتیاد رو میارند. موضوعی که وزارت بودن و صحت عامه او را دنبال بکنه، به اون خاطر ما مراکز زنجیری تداوی مواد معتادین در افراد از زون افغانستان زیر کار داریم. زون اولش علمند است که ما تا یک ماه دیگر نهاتش چند روز تفاوت خواهد داشت با اولی سنگ تداوی مرکز تداوی در ولایت علمند میگذاریم. قرارداد مرکز تداوی معتادین در ولایت نگران زیر کار است. امیدوار هستم که ما تا 3 ماه دیگر 2 ماه دیگر ما کار از اون را شروع بکنیم. ولایت کابل هم چنان ما پول داریم، زمین زیر کار است، زمین جبادات محترم زراعت برای ما آماده ساخته، شاید تا ظرف یک هفته دیگر این زمین در اختیار ما قرار بده. ما در منطقه قلعه مرادبه مرکز تداوی معتادین وسط کران که مشترک با ما وزارت محترم صحت عامه و وزارت محترم کار و اجتماعی این کار بکنیم. همچنان ولایت در مزاد شریف ما این مرکز تداوی را خواب ساختیم، اما یک مطور انوز ما بودیجیش آماده کرده نتانستیم. چیزی که بسیار مهم است که در این مرکز مرکز تداوی ما کسانی که تحقیقاتی که نزد ما موجود است و سرویایی که نزد ما موجود است و وزارت مبارزه با مواد مخدر با او اسناد دسترسی داره، میبینیم که بزرگترین مشکل معتادین فقر و نبود شغل است و نبود امنیت است. از هر 4 نفری که ما از نزدشان سوال کردیم، 3 نفر از کسانی هستند که از کارگاه و از خشبدی ها از دیروز از کشور آمدن. این از 3 نفرش از ایران آمدن، از 1 نفرش 0.5ش از پاکستان و 0.5 دیگه این از 4 نفر ما در متعلق شده در داخل افغانستان شد. ببینین اگر همه اقدام بکنن و یا میکردن در گذشته ها که تعداد معتادین بسیار زیاد ضعیف و کم بود
ولی متاسفانه که آنها هیچ نوع اجراءات نکرده، نه وزارت صحت عامه در راستا، نه حکومت ما در راستا و نه جامعه بین المللی. ای بالاخره روز در روز وسعت پیدا کرده رفت و تعداد معتادین بنا به هر مشکلات که بوده. و یک چیز دیگه هم هست، ای که معتادین روز در روز بیشتر شده رفته، در هر کوچه شهر کابل ببینین که مواد مخدر به فروش میرسه به شکل پوری های خرد و ریزه و کوچک و در اختیار معتادین قرار داده میشه. اگر دولت ما شرم بر او آمر حوزه هست که از یک تبنگی که کیله مفروشه و روزانه توسط یک تعداد افراد اشخاص است، روزانه از اونمو تبنگی و دستفروش 30 افغانی گرفته میشه. آیا این زمینه را برای یک کسی که مواد مخدر مفروشه در حوزه همو بخش جنایی آمر حوزه و سایر مسئولین خبر ندارن؟ من 100% اطمینان دارم و اطمینان برای شما میتونم که هر حوزه، هر آمر حوزه، هر بخش جناییشان اونا آگاه هستن که در کدام خانه توسط کدام شخص مواد مخدر به فروش میرسه. و دیگه هی که روزانه چرا هفزون شده رب و معتادین و در زیر هر پل پلچک؟ اگر همو وزیر ما یا همه حوزه ما مسئولیت انسانی و وطنی را احساس بکنه، همونا را جمع بکنه، حوال شرم از هر کسی که تیر میشه ولو داخلی یا خارجی، از همو جه ای شرم بر تماما مردم افغانستان است. به ارتباط از اکتداد معتادین چقدر است؟ جناب وزیر سر هیروین به هیروین ایتیاب دارن و در حدود 230,000 از این به تریاک ایتیاب دارن. وقتی که به تداوی بدنان تداوی صحبت میکنیم، اولویت تداوی ما اول معتادین هیروین است، چی هیروین دودی و یا هیروین زرقی، و در قدم دوم معتادین تریاک است، یعنی تریاک فمی، تریاک که از طریق دهن میگیرد. این دو کتگوری معتادین در اولویت تداوی ما قرار دارن. دوباره وقتی که برگرده به وطن برمیگرده اینجا جز معتادین هستن و شما اگر بر معتادینی که ما دوامدار میبریم و دوباره اینا برگشت میکنم، مثلا در شهر کابل میبینید، از هر کدامش که سوال بکنید، از هر 4 نفر سوال بکنید 3 نفر سوال این چیز برای جواب برمید. به اون خاطر هم رو ازاد معتادین کار ریتم اجتماعی کار میکنید تا برای اونا شغل ایجاد بکنید. وقتی که اونا تداوی میشن، وقتی که اونا جور میشن و در اونجا باید ورفای بیاموزن و بیان اونا کار برش رو پیدا کنن و تا بتانن مفید به جامعه تقدیم شوند. بزرگترین مشکل معتادی همین چیز هاست که اینا از خانه ترک شده، دور شده. در همین حال معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در حال که نبود ظرفیت در پلیس مبارزه با مواد مخدر چالش عمده می داند، می گوید بعد از 10 سال مبارزه هنوز هم افغانستان 74% کل تریاک جهان را تولید می کند. این معینیت می گوید که 98% تولید و کشت مواد مخدر در ولایت های ناامن افغانستان صورت می گرفت. به گفته او در برنامه جدید مبارزه علیه مواد مخدر، افغانستان که تا 3 ماه آینده به فرجام خواهد رسید، راه های مبارزه و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر نیز در نظر گرفته شده است. از سوی هم معین وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از کمبود ظرفیت حرف به زبان می آورد. حال باید پرسید که در مدت 10 سال که گذشت چرا باز هم از کمبود ظرفیت سخن به میان می آید؟ آن هم در امر مبارزه با مواد مخدر، چیزی که تمام جهان برای نابودی آن هنجاره پاره می کنند. مواد مخدر نیز یک مشکل و چالش بزرگ در کشور عزیز ما افغانستان بوده که از عوامل عمده ثباتی و ناامنی و فساد گسترده و اعتیاد فراگیر در کشور عزیز ما افغانستان می باشد. پیش تولید، قاچاق و ترافیک مواد مخدر
استعمالی آن در افغانستان سابقه نداشته، بلکه با تجاوزات خارجی، ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی که سبب فقر و محرومیت و مهاجرت‌های دست جمعی در کشور گردیده وارد افغانستان شده است. با بروز جنگ‌های داخلی و تسلط طالبان و القاعده بر اکثریت خاک کشور، کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر با اوج خود رسید. کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر یگانه منبع تمویل تروریستان و طالبان در سطح کشور محسوب می‌گردد. فعلا در حدود 970,000 مرتاد با مواد مخدر داریم که تنها 120,000 از این مطلقا ایروینی هستن و متوافیش به ایروین و نزدیک به ایروینی، کسانی که 120,000 از این کسانی هستن که مطلقا ایروینی و اینا ضرورت به تداوی دواندار دارن. تداوی معتادین مواد مخدر کار آسان هم نیست. ناقل یک کسی را که معتاد به مواد مخدر میشه باید 90 روز ما زیر کنترل بگیریم تا اونا کاملا از مواد مخدر از خود دور بکنم. فعلا 65 مرکز تداوی معتادین در کشور داریم و در 28 ولایت افغانستانی مراکز تداوی است و بزرگترین منزله ما کابل است. اگر ما جستجو بکنیم، ما ظرفیت فوق العاده زیاد در افغانستان موجود است، یعنی کسایی که قبلا در این راستا کار کرده بودن و یا پلیس گذشته های ما، اونا از تجارب فوق العاده خوب برخوردار بودن و برخوردار هستن. ولی اینجا که فریاد میزنن که ما ظرفیت نداریم، اونا کی جستجو کردن؟ کی زمینه را مساعد ساختن؟ یک وزارتی که خودش اطراف از او توسط سنگ های سیمنتی گرفته شده و از لحاظ از ترس اونا جرأتش ندارن که با مردم با دوستای خود بشینن. پس اونا چطور میتونن که یک شخصی که اگر تمایل داشته باشه و بخواهد که بره با وزیر مراجعه بکنه، اول همی کسی که مسلکی است و میخواهد که خدمتدار خدمت بر وطن و جامعه و کشور شوه و از همی اویت بدنام مردم خود نجات بده، کجا زمینه بر از اون مساعد است؟ چون بچه کاکای وزیر نیست، بچه مامای وزیر نیست، یکی از اقاربش نیست و کسی برش تلفن نکرده که وزیر، جناب وزیر صاحب، چی وزارت داخل است و یا چی وزارت مواد مخدر است که بر از اونا تلفن شود تا او را پیدا بکنه. در غیر از او سالهای متمادی انتظار بکشن و که را پیدا بکنه، بره پیش شخص وزیر و بگه اینی مسلکم است، من میخواهم که دینی را این زمینه را اگر مساعد بسازه خود وزارت امور داخله و همی جرات پیدا بکنن و خود وزارت مواد مخدر زمینه را برای دید و بازدیدهای مردم که برای مراجعه مردم مساعد بسازه. کل افغانستان توریست نیست، کلگی آدمکش نیست. اگر شما مردمای صادق هستین، پس چرا از مرگ میترسین؟ چرا از مردم حراز دارین؟ چرا از مراجعین حراز دارین؟ چهار کشور، افغانستان، روسیه، تاجکستان و پاکستان، به میزبانی کابل نشست چهار جانبه را برگزار کردند. دو هفته قبل نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه در کابل برگزار گردید. زرار احمد مقبل گفت که نیاز از تا کشورهای همسایه با آنان مشترکاً کار کنند تا بتوانند مکانیزم‌های درست ایجاد کنند و شبکه‌های قاچاقچی را در داخل و بیرون از افغانستان هدف قرار دهند. ویکتور ایوانوف، رئیس اداره کنترل مواد مخدر روسیه، طی سخنانش اشاره نمود که روسیه یگانه کشور است که بیشترین خطرات را از ناحیه مواد مخدر تولید شده در افغانستان آسیب پذیر شده است. او میگوید که برای محو این پدیده شوم نیاز به همکاری و عملیات مشترک چهار جانبه کشورهای دوست همچون پاکستان، افغانستان و روسیه است.
رستم شاه نظروف رئیس واحد کنترل مواد مخدر تاجیکستان نیز تعهد نمود و افزود که جهت محو کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر افغانستان را حمایت خواهد کرد. او می افزاید که نبود امنیت در شمار از ولایت های افغانستان عامل ادامه کشت کوکنار در برخ از ولایت های ناامن افغانستان می باشد. اما سوال هاست که این کنفرانس های تشریفاتی برگزار شود، سرانجام نتیجه چیست؟ ما در ولایت قندهار کشت کوکنار داریم، در ولایت من کشت کوکنار داریم، در روزدان داریم، در فرا داریم، در ولسوالی شندند ایراد داریم، در خاشرود نیمروز داریم، در کابل در ولسوالی سروبی در منطقه اوزبین داریم، در کاپیسا در منطقه الاسای داریم و در ننگرهار در خوبیانی و شیرزاد داریم و در کنر در دو ولسوالی سرحدی با پاکستان. جمعا در ولایت بدخشان در ولسوالی های درایم، کشم، ارگور کشت کوکنار صورت میگیره. جمعا 98% کشت کوکنار در جای صورت میگیره که در اوج بدن نیست. با در نظر داشتی حجم وسط کشت تولید و قاچاق و ترافیک مواد مخدر و استعمال آن در سطح کشور، ظرفیتی پلیس مناظره مواد مخدر با در نظر داشت چالش ها و مشکلات موجود که بیشتر از 30 میلیون انسان در کار و بار مواد مخدر مصروف هستند و بیشتر از 1 میلیون معتاد در کشور موجود هست، قابل مقایسه نیست. این دیگه به موت کار کرده وزیر امور مواد مخدر ماست که چقدر میتونه از اینمی کشورها به نفع از کشور خود بر نابودی و یا ترافیک و یا همه انتقال مواد مخدر از اینا استفاده بکنه. او به این مفهوم طبیعی است که یک افغان میتونه تا مرز افغانستان انتقال بده مواد مخدر و بعدن اون همه کشورهایی که چه تاجکستان است، ایران است، پاکستان است و یا تا به سرحد روسیه که میرسه، اونا و روساست دیگه، یا تاجک است یا ازبک است یا پاکستانی و یا ایرانی است دیگه، افغان اونجا نقش نداره. به خاطر از این که بیشتر از آنها سرمایه بگیرن و بگوین که ملتتان اگر میخواین ملتتان نجات بتین، کشورتان نجات بتین، جوانتان نجات بتین، مردمتان نجات بتین، خوبترش ای است که سرمایه گذاری بکنین در افغانستان و بر بدیل از این مواد مخدر و یا کوکنار شما بر ما مثال آلات تکنیکی زراعتی پیشرفته بتین. روسیه یک کشور نهایت قوی است، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ تجهیزات زراعتی، از آنها کمک بگیرن و بر زارعین و یا دیاقین ما توزیع بکنن. وزیر مبارزه با مواد مخدر در حالی که بزرگترین علت میلیون ها معتاد در کشور را نبود کار، بدامنی و فقر میداند، میگوید تا 5 سال آینده کشت کوکنار 50% کاهش خواهد یافت. وی همچنان از تدویر کنفرانس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر در آینده نزدیک خبر میدهد. اما به باور برخی ها کسانی که کاربار مواد مخدر را در سطح بالا انجام میدهند، کسانی هستند که اکنون از توانایی دولت افغانستان نیست که آنان را بازداشت یا افشا کند، برای اینکه آنان از قدرت بالای در داخل نظام برخوردار هستند و حتی بنا به گزارشات تایید نشده بسیاری اوقات با مسئولان مبارزه با مواد مخدر دید و بازدیدهایی می داشته باشند. از این رو گفته می شود که تا زمانی که در افغانستان یک دولت قانونمند و حاری از فساد اداری و بدور از مداخلات خارجی ها به وجود نیاید، خیال محال بیش نخواهد بود که قاچاقبران رده های بالا افشا شوند. اظهارات مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر مبنی بر افشای قاچاقبران ارشد در حال مطرح می شود که پیش از این علی احمد جلالی وزیر امور داخله اسبق نیز گفته بود افراد بلندپایه حکومت را که در قاچاق مواد مخدر دست دارند معرفی خواهد کرد، اما پیش از انجام این کار از مقامش کنارگیری کرد. اما با آن هم از آگاهان امور پرسیدیم که دولت افغانستان خواهد توانست که تا 3 ماه دیگر قاچاقبران مواد مخدر را افشا کند؟
بهداشت مواد مخدر، دسترسی آسان به مواد مخدر، کار برای جوانان ما، اشتغال برای جوانان ما، آموزش انگلیفه ها، تعلیم و تحصیل برای جوانان ما رو اساسی برای زی است. وزارت سعت آمن برای وزارت معارف هم کار میکنیم که برای اطفال مکتب از دوران ابتدایی تا لیسه از راه معتاد، از راه مواد مخدر جز نصاب تعلیمیشان باشد که طفل ما شما، طفل ای وطن در مکتب در سنت 2، 3، 4، 5 خود یاد بفهمد، در فکرش زرد شود که معتاد یک مصیبت است، اعتیاد یک مصیبت است و از آوان طفولیت و کودکی آماده به ای باشد که او را قبول نکنه و در برابرش از او انزجار کنه. با یادآور شوم که وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت پالیساز و امن کننده بوده و کار میکنه با وزارت های زیره. با در نظر داشتی از این دید ما برنامه داریم تا ظرف 5 سال آینده 50% کشت کهنه را در کشور پایین بیاریم و 40% در تعداد معتادین ازدیاد بخشیم. ما در شرایط فعلی بخش اول میخواهیم بگویم که چرا در کشور ما مواد مخدر وجود دارد. در 98% جاهایی که کشت کهنه صورت میگیرد اونجا بدنی است. صرف در 2 ولایت ما که امنیت روج حاکم است اما کشت کهنه صورت میگیرد، نظر به دلایل مختلف که بعدا اگر خواسته باشید توضیحات خواهیم داد، دیگر در سایر ولایات جاهایی که کشت کهنه است در اونجا بدنی است. هر زمانی که در کشور ما مسائل ملیت، مذهب، زبان، نژاد، سمت، قوم، ازد و تنظیم نادیده گرفته شد که دیگه اگر از تنظیمش بودی انسان شریف هستی، اگر از تنظیمش نبودی بدترین انسان، اگر از ملیتش هستی خوبترین انسان هستی، اگر نی که نیستی نه. ای باید که فقط و فقط بر هر انسان از این وطن، بر هر کسی که استعداد و توانمندی داره، اگه بر از نمو هرچ گذاشته شد ولو از هر تنظیم بوده، ما یک تعداد فوق‌العاده داریم که اونا تجربه دارن، افسران مسلکی بودن، افسران مسلکی هستن، ولی فقط به جرم از این که در حکومت دکتر نجیب الله شهید اونا کار کردن. بعد از 2 سال یا 3 سال که تغییرات در همین دولت موجود میه، به جای آقای کرزی ایره کسی خواسته باشه نخواسته باشه کسی دیگه میه میشنه، پس اردو را نوکر آقای کرزی خطاب بکنن و هم از اینا را دور بیندازن، قوای مسلح را همشه دور بیندازن، یا اینمی نیروز یک افسر نظامی، یک کارمند قوای مسلح افغانستان وظیفش دفاع از تمامیت ارضی است و از حاکمیت دولتی است. ای که در رأسش کی است کی نیست، فقط نخص آمده ما در این وطن اینمی وزیرای صاحبای ما همیرت داره که چون از تنظیمش نیستی پس شایستگی و لیاقت نداری. ما تلاش داریم روی سرحدات، بنادر و گمرکات و میدانهای هوایی افغانستان که غیر قابل کنترل و باز هست و پلیس مسلکی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات با تجهیزات و وسایل کنترلی جابجا نیستند در کنار قوای سرحدی و دیگر گروههای جابجا. نباید که تا مواد مخدر و مسکراتی که به طور سرسام‌آور از این مرزها قاچاق میگردد و پریکرسرها و مواد کیمیایی که در ساختن این نظام استفاده میگردد و به صدها تن از این مرزها وارد میگردد کنترل و بررسی نباید که قبلا ما چنین تشکیلی را در چوکات اداره پلیس مبارزه علیه مواد مخدر نداشتیم متاسفانه. با آنکه مقام ها در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از پیشرفت ها در جهت مبارزه علیه کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان سخن گفته و ادعا می کنند که در سال جاری 70% مزارع کوکنار را در شمار از
ولایات افغانستان تخریب نمودند، اما با وجود تلاش‌هایی که به هدف جلوگیری از ادامه کشت کوکنار در افغانستان صورت می‌گیرد، افغانستان هنوز هم یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده مواد مخدر به شمار می‌رود و تنها طالبان افغانی سالانه از مدرک مواد مخدر 150 میلیون دلار هزینه برمی‌دارند. بیننده‌های گرامی، این بود داشته‌های این هفته برنامه مثلث سیاق که تقدیم شما شد. فراموش نکنید نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را به ایمیل آدرس politics@afghannews.tv برای ما بفرستید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.